سلام مجدد. در این ویدیو میخوام در مورد یه قسمت دیگری از استخوان هیپ به نام پوبیس مطالبی خدمت شما عرض کنم. خب استخوان پوبیس همونطوری که توی این لگن مشاهده میکنید، همونطوری که گفتیم قسمت قدامی و تحتانی هیپو تشکیل میده. از سه قسمت تشکیل شده. یه قسمت رو بهش میگم بادی، این بادی هست، یک شاخ فوقانی، کلی میشه شاخ فوقانی، و یک شاخ تحتانی. بس شد بادی، شاخ فوقانی و شاخ تحتانی. ابتدا در رابطه با بادی صحبت کنیم. بادی سه تا سطح داره. این سطح سطح قدامیه که به سمت بیرون است و عضلات ازش مبدا میگیره. این سطح هم سطح خلفیش است، این ناحیه سطح خلفیش است که قسمت قدامی لگن حقیقی رو تشکیل میده و مجاور است با مثانه، مجاورت داره با مثانه. اصلا کلن شکستگی های پوبیس باید حتما بررسی های پارگی مثانه حتما انجام بشه، چون خاطر مجاورت نزدیکی که با مثانه داره. و یک سطح داره، سطح داخلی. این سطح داخلی است، این سطح داخلی است که سطح داخلی در مجاور سطح داخلی تنه پوبیس مجاور قرار میگیره و ما بینشون هم یک بافت فیبروکارتیلیج یعنی قضروفی فیبری قرار میگیره. به این نایه میگن سیمفیزیس پوبیس. بس سیمفیزیال سرفیس این نایه میگن. اما اگر توجه کنیم کنار فوقانی تنه پوبیس برجسته میشه و بهش میگن ستیق پوبیس، این قسمت قرمزی که من اینجا کشیدم. اما اگر ستیق پوبیس رو به سمت خارج دنبال کنیم میبینید یک بیرون زدگی است. اینا میگن تکمه پوبیس، این قسمت مشکی تکمه پوبیس که یک رباتی از ربات مهمی به نام ربات اینگوینال که مرز بین تنه و اندام تحتانی است، از آسیس کشیده شده به تکمه پوبیس. بهش میگن ربات اینگوینال. اما بیاییم در مورد شاخ فوقانی صحبت کنیم. شاخ فوقانی کنار فوقانیش رو اگر توجه کنیم، این کناری که من اینجا سبز کردم، یعنی شاخ فوقانیه دیگه. کنار فوقانیش برجسته میشه، نامگذاری کردم به نام خطی به نام پکتینال لاین. و کنار قدامیش هم نامگذاری کردم به نام چی؟ کرست اوبتریتور کرست یا ستیق اوبتریتور. سطح تحتانی شاخ هم اگر ما دست ببریم میبینیم اینجا یک فرو رفتگی داره، یک فرو رفتگی داره. تو قسمت خارجی هیپ یک سوراخ بزرگی هست به نام سوراخ اوبتریتور که دقیقاً این سوراخ اوبتریتور زیر استابلوم قرار داره، که میگن توی خانم ها مثلثی شکل و توی مرد ها بیضی شکله. خب این سوراخ اوبتریتور در زمان حیات کاملا اینطوری باز نیست، یک قشای به نام قشای اوبتریتور اینو کاملا پوشونده، فقط قسمت فوقانیش باز میمونه که عناصر بتونن از اونجا خارج بشن و وارد بشن. به اون میگن کانال اوبتریتور. اگر توجه کنید کانال اوبتریتور سطح تحتانی شاخ فوقانی پوبیس یک فرو رفتگی ایجاد میکنه، به میگن کانال اوبتریتور، کانال اوبتریتور. خب شاخ تحتانی رو بررسی میکنیم. شاخ تحتانی پوبیس میاد با شاخ ایسکیوم با هم یکی میشن، به صورت کلی به میگن ایسکیو پوبیک رامیس راموس یا شاخ ایسکیو پوبیک. تو کلینیک اصلا اینا رو اصلا جدا نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی این شاخ چه اینجا بشکنه چه این ناحیه بشکنه این وسط بشکنه، کلا میگن شکستگی تو شاخهای ایسکیو پوبیک اتفاق افتاده. اگر توجه کنید شاخ فوقانی که داره میاد بالا باید بیاد متصل بشه با چی؟ با ایلوم دیگه. این ایلوم داره میاد پایین دیگه، یک امیننسی ایجاد میشه. همونطوری که گفتیم تفاوت امیننس چی بود با توبرکلوتور کانتر، امیننس به صورت تدریجی یک برآمدگی است. ببینید به صورت تدریجی است، به این میگن ایلیوپوبیک امیننس. این
این ورم داریم میبینیم ایلیو پوبیک امیننس رو. ایلیو پوبیک امیننس. خب بریم در مورد اسکیوم صحبت کنیم. اسکیوم از دو قسمت تشکیل شده. اینجایی که با شاخ تحتانی پوبیک یکی میشن میگن شاخ اسکیوم، بقیهشو میگن چی؟ تنه اسکیوم. بقیهشو میگن تنه اسکیوم. اگر توجه کنیم تو قسمت‌های تحتانی تنه یه قسمت برجسته و زبری وجود داره بهش میگن اسکیال توبروزیتی. اسکیال توبروزیتی. اینجا برجسته بودن و زبر بودنش به خاطر دو تا علته. یکی اینکه عضلات متعددی از اینجا منشأ میگیرن. عضلات همسترینگ حتما شنیدید که تو خلف ران هستن. همشون از اینجا اوریجین میگیرن. البته از قسمت‌های مختلفه. و همچنین ناحیه است که دقیقا ما روش میشینیم. اگر توجه کنید اسکیال توبروزیتی توسط یک خط عرضی به یک قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم میشه. خود قسمت تحتانیش هم توسط یک خط طولی به یک قسمت داخلی و خارجی تقسیم میشه. و قسمت فوقانیش هم توسط یک خط مایل به یک سطح فوقانی خارجی و تحتانی داخلی تقسیم میشه. که بعداً میگم هر کدوم اینا محل اوریجین گرفتن عضلات مخصوص به خودش هست. خب بریم کنار خلفی اسکیوم با هم بررسی کنیم. ببینیم تو کنار خلفی اسکیوم چی میبینیم. کنار خلفی اسکیوم اگر ادامه بدیم ما یک ناچی رو میبینیم که بهش میگیم لسر سیاتیک ناچ یا بریدگی سیاتیک کوچک، که اگر اون رو ادامه بدیم یک بریدگی هست بهش میگن چی؟ سیاتیک اسپاین یا خار سیاتیک. به یه نحوه دیگه بگیم خار سیاتیک مابین بریدگی سیاتیک بزرگ یا بریدگی سیاتیک کوچک قرار داره. خب سوراخ اوبتریتور مابین پوبیس در جلو و ایسکیوم در عقب تشکیل میشه. بین این دوتا هست. پوبیس در جلو و ایسکیوم در عقب تشکیل میشه. شاخ اسکیوپوبی که اینجا داریم میبینیم یک کنار فوقانی داره، یک کنار تحتانی داره، یک سطح خارجی داره و یک سطح داخلی داره. سطح داخلیش یک قسمتی از فضای لگن رو میسازه و سطح خارجیش هم یه ناحیه است که عضلات ران ازش مبدا میگیرن. معمولا عضلاتی که تو سطح داخلی ران قرار دارن، عضلات اداکتور که با هم در مورد صحبت خواهیم کرد. اما حفره استابولوم، حفره استابولوم اگر توجه کنیم حفره عمیقی است که قسمت تحتانیش یعنی لبش تو قسمت‌های فوقانی، قدامی و خلفی کامله. ولی به قسمت تحتانی که میرسه این لبه ناکامل میشه. یک بریدگی ایجاد میکنه بهش میگن استابولار ناچ. به میگن استابولار ناچ. که این استابولار ناچ بالاش یک رباتی قرار میگیره بهش میگن ربات عرضی. که این استابولار ناچ رو تبدیل به چی میکنه؟ استابولا فورامن. که شریان ها و عناصر میتونن از اون وارد حفره استابولوم باشن. خب بریم داخل حفره استابولوم چه خبره؟ استابولوم یه قسمت محیطی داره که بهش میگن لونید که مفصلیه، یک لایه غضروف هیالین روش پوشونده. و یه قسمت مرکزی داره که عمیق‌تر و غیر مفصلیه و زبره. به این میگن چی؟ استابولوم فوسا. به کلش میگفتن چی؟ استابولوم کویتی. به این قسمت مفصلی هم بهش میگن چی؟ همین چیزی که من خط سیاه کشیدم بهش میگن لونیت سرفیت یا سطح لونیت. اگر توجه کنیم ما روی لبه های استابولوم باز یک بافت فیبروکارتیلیج، یک بافت غضروفی غضروفی رشته‌ای فیبروکارتیلیج اومده کمی عمق حفره رو باز بیشتر کرده بهش میگن لبروم. یادت تو گرانوئید ما داشتیم عمق حفره گرانوئید یک لبروم زیاد می‌کرد. یک بافت فیبروکارتیلیج اومده پیوسته روی این قرار گرفته بهش میگن لبروم، که اینجا ما نداریم دیگه، فقط بافت سخت رو داریم. خب خدمت شما عرض کنم که من به نظر مطلب رو نداریم دیگه بگیم تا اینکه لگن رو به عنوان یک قسمت واحد تو ویدیوی بعدی با هم بررسی میکنیم.